شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. دانشمندان هشدار می دهند که یک گونه بسیار مثری و کشنده از آنفولانزای پرندگان ممکن است تنها در چند ماه به استرالیا برسد. سویه H5N1 حیات وحش را در سراسر جهان ویران کرده و کارشناسان میگویند که استرالیا آمادگی لازم را برای مقابله با این ویروس ندارد. این صدای سلامت است. پادکست هایی برای بهزیستی شما. جایی که در آن متخصصان به سوالات و چالش‌هایتان در زمینه‌های پزشکی متنوعی پاسخ می‌دهند و ما شما را از آخرین اخبار سلامت آگاه می‌کنیم. موری شارپ 20 سال از زندگیش را صرف حفاظت از گروهی کم جمعیت از پنگوئن‌های کوچک کرده است. معمولاً او در حال گشت زنی در یک ساحل خلوت در سیدنی جمع کردن زباله ها و یا صحبت با مردم محلی دیده می شود. What we are doing is just doing everything we can to protect the current habitat and population. There's lots of education going around. پنگوئن کوچک حیوان بومی مختص به استرالیا و نیوزلند است. آنها در امتداد لبه جنوبی کشور قرار دارند و پرجمعیت ترین گروه های آنها در جزیره کانگورو و جزیره فیلیپ دیده می شوند. اما در سیدنی جمعیت در معرض خطر است. In the early days we had a quite healthy population of about 60 to 65 breeding pairs. And now unfortunately that's dropped to about 19 breeding pairs. به گفته شارپ تنها یک رویداد بزرگ میتواند این جمعیت را به طور کامل از بین ببرد. I think not only for me but for the community it would be very sad. پرندگان مهاجر میتوانند این رویداد بزرگ را به همین زودی ها در فصل بهار به استرالیا بیاورند. ویروس شناسانی مثل دانشیار کرثری شورت هشدار دادند که یک گونه مرگبار از آنفولانزای پرندگان ممکن است به سواحل استرالیا برسد. I think it's something that is a very very real possibility and a very real threat to Australia's biodiversity, and so it's something that we really need to be planning for and preparing for the worst case scenario. اما آنفولانزای پرندگان چیست؟ برای پاسخ به این سوال به خانم شورت برگردیم. Bird flu is a subset of influenza virus, which we're familiar with because that causes the flu every winter. But bird flu refers to a subset of these viruses that circulate primarily in birds. و دقیقاً مثل انواع کووید، اتفاقی مشابه در مورد سویه‌های آنفولانزای پرندگان رخ می‌دهد. یک شیوع جهانی توسط سویه H5N1 ایجاد شده است و دانشیار شورت میگوید که این بیماری به سرعت در پرندگان شیوع پیدا میکند. We've also seen an unusual number of spillovers of the infection to say marine mammals, and now what we're seeing for the first time is in the US this virus is spread into dairy cattle. So in many ways it's not acting like a typical avian influenza virus. استرالیا تنها قاره است که احتمالاً به دلیل انزوای جغرافیایی آری از این گونه است. اما همین دلیلی بر آسیب پذیری حیات وحش این کشور است. بدون قرار گرفتن در معرض بسیاری از گونه های ویروس، آنها قادر به ایجاد ایمنی نیستند. دانشمندان آسیب پذیری را با بررسی قوهای سیاه بومی استرالیا آزمایش کردند و به گفته شورت نتایج نگران کننده است. They found that the black swans really had basically 100% mortality. A lot of the data we're depending on in this field comes from the northern hemisphere, and of course they don't have the same species as us, so we've never really investigated this. So it really is a priority for future research. استرالیا چند سالی است که از شیوع گونه
اجتناب کرده است. اما فعالینی مثل جک گوف از شورای گونه های مهاجم بر این باور هستند که تلاش های آماده سازی باید افزایش یابد. Last year we were lucky, you know, but luck is not a way that we want to approach something when we're talking about bird deaths, wildlife massacre on the scale potentially of the Black Summer bushfires. در کشورهایی مثل آرژانتین در اثر این بیماری تعداد بی‌سابقه‌ای از فیل‌ها و شیرهای دریایی جان باختند. سال گذشته میزان مرگ و میر توله‌های فوک‌ها در شبه جزیره والدس آرژانتین به 95% رسید. هالی پارسنز، مدیر برنامه پرنده شهری از برد لایف استرالیا میگوید کشور باید از این اطلاعات برای پیشرفت استفاده کند. We can learn from our international partners about what has happened elsewhere and adapt to Australia. We have the time to be prepared, but now is the time to be acting. آقای گوف موافق است. Overseas we've seen that picking up dead birds when this turns up has reduced death rates by 15% to 80%. But that requires people on the ground to know about it, people to be prepared and having that response in place. او همچنین از دولت می‌خواهد که به برنامه‌ریزی محلی و گزینه‌های واکسیناسیون برای حیات وحش بومی توجه کند. دولت فدرال یک گروه ویژه برای رهبری برنامه‌ریزی آمادگی ملی ایجاد کرده و در حال انجام یک تمرین ملی برای آزمایش آمادگی استرالیا است. همچنین آنها بودجه‌ای نزدیک به 7 میلیون دلار برای آماده سازی نسبت به آنفولانزای پرندگان اختصاص دادند. گوف این را کافی نمی‌بیند. Let's be clear, that $7 million was mostly just re-announcements of funding that they'd put in place, and there is only $580,000 there for preparation for this deadly bird flu when it comes to our wildlife. It might not turn up this spring. But we do know that if it does turn up, Australia right now is not prepared. شنوندگان عزیز، این گزارش همکارم سوفی بنت برای برنامه SBS نیوز بود که من نیو صدر از SBS فارسی تقدیمتان کردم. لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.